واقعا پوسیدن در واقع، یعنی هیچ چیزی از جوانیشون متوجه نشدن و الان به سنهای بالا رسیدن. ولی نسل جوان خاطر که امروز میدونه باید چیکار کنه، کارش داره خوب انجام میده تو فیلم. و من امروز خوشبختانه مهمان عزیزی دارم که خیلی خوشحالم که باهاش هستم، شیفته عزیز، شیفته نازنین، شیفته ای که سالها فریادهاش به گوش همه رسید، خواننده ای که واقعا شاید ما تک شمار واقعا خواننده هایی داشتیم که سالها به خصوص در لس آنجلس در تمام مراحل که وجود داشت وجود داشتن، بالای صحنه ها بودن، فریاد آزادی زدن. یکی از اون نازنین ها شیفته نازنینه که امروز ما ازش خواهش کردم با ما باشه. ما قدر شما ها رو میدونیم و قدر اونایی هم که امروز به ملت ایران میپیوندن هم خواهیم دونست. امیدوارم که هرچی بیشتر بتونیم هنرمند به هر مورد فرق نمیکنه، فقط خواننده، همه هنرمند ها میتونن واقعا به ملت ایران، ملت یعنی در واقع هموطنهای خودشون، برای نگهداری کشورشون به هم همبستگیشون اعلام کنن. اتحادی که شاهزاده سالها گفت اتحاد اتحاد، خوشبختانه امروز داریم در خیابونا این اتحاد میبینیم که جمعی دارن میزن سر این مامور. این مامور اگر واقعا با مردم بودن نمی آمدن به مردم شمشیر بکشن، حقشون کتک بخورن، بیشتر از اینم باید کتک بخورن تا دیگه از اون سوراخایی که دارن بیرون نرن. بگذاریم که خب خیلی ها هستن که طرف مردم هستن، امیدوارم همه برگردیم به سوی مردم بدون خونریزی. بیشتر از این واقعا به نتیجه مطلوب براندازی برسیم. خب شیفته نازنینم درود بر شما. درود بر شما سرکار خانم زیندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، خسته نباشید با این همه تلاش هایی که در راه آزادی کشورمون من میبینم شبانه روزی انجام میدید و واقعا قابل تحسین و ستایش هستش. وظیفه همه شیفته جان، خودتو هم ببین چقدر داری سالها واقعا داری کار میکنی، حقیقتا اون صدایی که در میاد، اون فریادی که تو میزنی برای آزادی ایران و شعرهای بسیار زیبایی که میخونی، اینا همه واقعا زحمتهایی که شما داری میکشی نازنین. خیلی ممنون، بالاخره هر کسی سهم کوچیک خودش رو انجام میده، منم به وسیله خوندن ترانه های آزادی خواهانه و حق طلبانه سعی میکنم که این گوشه ای از این صحبت رو بردارم بلند کنم و تشکر میکنم. چقدر این روزها واقعا هیجان انگیز هست. بسیار فکر داریم که خواهر کرد من محصول عزیز آسمانی شد و تبدیل به یک قهرمان ملی شد، جهانی شد، ولی این جهانی شدنش داره سرنوشت ایران رو تعیین میکنه و اون حمایتی که مردم دارن انجام میدن و اون خشم مقدسشون به وسیله اومدن به کف خیابونها، اتحاد و همبستگیشون واقعا قابل تقدیر هستش. واقعا که تیپ های مختلفی که دارن توی خیابون ها ظاهر میشن و خودشون نشون میدن، اینها دارن اون اتحاد و همبستگیشون که ما سالهای سال رمز پیروزی و موفقیت و آزادی سرزمینمون میدونستیم، اون دوره جامعه عمل به خودش میگیره و باعث واقعا تقدیر هست این اتحاد و همبستگی و نشون میده که گروهات مختلف همین ماها با هم وجه مشترک داریم. ما هممون میخوایم از این بلاکت بیرون بیاییم، میخوایم از دست اون رژیم راحت بشیم، آزاد بشیم،
و دلیلی برای اختلاف و نفاق پراکنی نیست و این روزها این همبستگی و این اتحاد رو به زیبایی داریم نظارگرش هستیم. ولی امیدوارم که همینطور که خواهران و دختران و خانمهای زیادی دارن میان که این کت خیابون و جونشون رو به خطر میندازن، موهاشون رو قیچی میکنن، حجابشون رو بر میدارن و آقایونی که پشتشون دارن حمایت میکنن از اونها، امیدوارم که این بیشتر حالت عمومی به خودش بگیره و یه عده‌ای هم که در حاشیه نشستن و میترسن اونها هم بپیوندن و این جمعیت یک جمعیت اقیانوسی و میلیونی بشه تا آبروی این دستگاه حکومتی و امنیتی رو ببره و اون ترسی رو که اینها سالیان سال سعی کردن که در مملکت ما به وجود بیارن اونا تو چند وجود خودشون بریزه. همینطور خواهد شد چیفت جان. ببین من یک کلیپی رو دو سه هفته پیش فرستادم، معمولاً کلیپ میفرستم رو اینستاگرام خیلی کوتاه و گفتم که یک روزی به زودی خواهد رسید که خانوم های ایرانی باید روسری ها رو از سرشون بردارن و آتیش بزنن. آتیش چرا بزنن از من دارن سوال میکنن؟ به خاطری که من به فکرم رسید این جادوگرها، این شیطان هایی که آمدن نشستن و واقعا کشور ما رو غصب کردن، به طریقی تونستن با روسری زن ایرانی رو به این ترتیب نگه دارن و همیشه با زن ستیز بکنن. و فکر کردم که اگر این روسری ها که یک جادویی هست که اینا کردن، اگر آتیش بزنن همه خانوم ها وقتی میان تو خیابونا، این تلسمی که اینا کردن شکسته خواهد شد. و امروز من دیدم که واقعا دخترای جوان دارن تک به تک روسری ها رو میندازن تو آتیش. آتیش میزنن. آتیش بزنیم برای اینکه اینا واقعا یه آتیشی سالها به جون زن ایرانی انداختن. زن ایرانی که در اون ابهت قرار داشت، ببینید به کجا رسوندنش رو، به کجا بردنش و چه به سرش آوردن. حقیقتا باعث شرم الان، ولی همیشه آدم به زن ایرانی که منم زن ایرانی هم، شما هم زن ایرانی هستید، ما افتخار میکنیم به هم وطنهای خودمون که انقدر سالها جنگیدن و در میدان موندن به قول معروف جا نزدن و امروز هم زن ایرانی پرچمش بالاست. بله، این جریان روسری و حجاب اینها یک نوع وسیله تحقیر کردن زن ایرانی هستش و کنترل داشتن روی زنان هستش. اینه که این خودش یک حرکت انقلابی خواهد بود، یکی از بهترین حرکت‌های انقلابی اگر همه زنها با هم همصدا و همزمان در استان‌های مختلف، شهرهای مختلف این کار رو انجام بدن و در مقابل خب ما میتونیم بخواهیم ازشون الان شفتی جان. یکی از راه‌های بله پیروزی همینه که دست به این کار بزنن. این خودش یک حرکت ملیه. اگر همه با هم بردارن، این خودش بهترین مبارزه هست. بهترین مبارزه. البته شیفت جان معذرت میخوام، امروز مرد ایرانی به قول شما پشت زن ایستاد. ای کاش سالهای پیش ایستاده بود. اگر پشت زن ایستاده بود این بلاها اینقدر طولانی نمیشد. این قادر نبودن که با ملت ایران این کارا رو بکنن. ولی خب مردها وای نسادن، یه واقعیته. ولی امروز تمام مردها در تمام کلیپ هایی که میاد از ایران میبینیم که چجور از زن محافظت دارن میکنن و چجور دارن جلوی اینایی که میان هجوم میارن به زنها رو بگیرن ببرن، اینا واقعا نمیگذارن.
و باید این عملشون رو بیشتر تکرار کنن، یعنی بیشتر مقاومت نشون بدن. دقیقا واقعا آقایون هم دارن چه ها که نمی کنن. این فیلم هایی که از ایران داره میرسه و منم هر روز نگاه میکنم واقعا قابل تحسین هستش. اون حمایتی که آقایون دارن در کف خیابون با دست خالی انجام میدن واقعا باعث افتخاره، باعث افتخار این شجاعت مردم، زنان و مردان. و امیدوارم که همونطور که گفتم جمعیت بیشتر و بیشتر بشه، چون به اون وسیله هستش که این دستگاه حکومتی رو آدم میتونه به لرزه در بیاره و اینها رو به درج فاصل کنه و این داره میشه. و نه آردی الان ترسیده، خود رژیم بله. تو خالیه، ببینید این کارا رو میکنه، این افرادم میفرسته بیرون تو روی مردم که حالا یا با تیر یا با چیزایی که در اختیارشون هست باتون بزنن یا هر کاری رو بکنن، ولی خودش میدونه که چقدر تو خالیه. مردم اگه یه دو سه روز مقاومت کنن دیگه تمومه مقیده ما. دقیقا همینطور هستش و واقعا جای سپاس داره از تمام هممیهنانی که در داخل ایران الان بیشتر از 140 شهر این اعتراضات پیش رفته، روز و شب ادامه پیدا کرده و همچنین خارج از کشور اپوزیسیون. من الان دارم میبینم کلیپاش میاد امروز سازمان در مقابل سازمان ملل در ژنو، در نیویورک، در سوئد، در کشورهای مختلف مردم دارن میان و سعی میکنن که این به خصوص این جریانات اخیر و این قتل دختر معصوم رو مهسا امینی رو به گوش رسانه های بین‌المللی برسونن و تلویزیون های خارج نشون دادن. شیفت جان بعضی از کلیپ ها رو در تلویزیون هاشون در اروپا نشون دادن، حالا امیدوارم که امریکا می کارو بکنه نشون بده. بله نشون دادن اونجا. الان هر روز من دارم میبینم که سلبریتی‌های مختلف، حتی سیاستمدارانی، بعضی از سران کشورهای دیگه در سازمان ملل در نیویورک درباره مهسا امینی و این جنایتی که شد صحبت شده و خود من دیشب باز در میگم در چند تا رسانه های آمریکایی دیدم که دارن واقعا پوشش میدن و این تظاهرات و اعتراضات در درون و برون کشور واقعا تاثیر داشته. در این رسانه های بین المللی هم پوشش بدن پلاکت هایی که در ایران میگذره و مسائل ایران رو و همچنین خوبی های این تظاهرات و اعتراضات اینه که یه راهگردی به سیاست مدارای خارجی میده که چطور از مردم ایران حمایت بکنن با ابزار همبستگی و کارهای عملیاتی، کارهای عملی. خیلی موثر بوده و باید اون رو ادامه داد و این خون مهسا واقعا یک جنبش جهانی به وجود آورد، یک جنبش جهانی و یک اتحاد ایجاد کرد بین تمام گروه ها و تیپ های مختلف سیاسی. ولی خب میدونین که تا به الان تعداد زیادی از هموطنانمون کشته شدن، زخمی شدن. ما داریم این مسئله رو. 11 نفر من امروز توی یک سایت خبری دیدم 11-12 نفر برای همین جریان کشته شدن. بله بله. خب حتی یکیشون رو خاکسپاریشو داشتن نشون میدادن که درسته. بعد از کشته شدن. خب اینا هم همه یه مهسا هستن، فرق نمی کنه. مثل اون اوائل که ندا واقعا ندا موند برای همیشه و تمام پشت اونم همه جوانایی که از دست دادیم یه ندا بود، امروز هم تمام این جوانایی که داریم از دست میدیم این افراد همون
محسا هستن، در واقع ژینا هستن. بالاخره برای رسیدن به عدالت و آزادی باید هزینه کرد. بله. میدونه حق گرفتنیه، باید براش تلاش کرد. اینطوری نیست که دو دست تقدیم بکنن. خب حالا شیفت جان میخوام یه سوال ازت بکنم. شما به عنوان یک هنرمندی که همه قبولت دارن، نه فقط برای صدای خوشی که داری، نه برای شخصیتی که داری، برای اون از خود گذشتگی که واقعا سالها داشتی و همیشه اول صف ایستادی، آیا دوستان همکار خودت که البته ما میدونیم تعدادی رو در لس آنجلس دوستانمون هست، ولی برای بقیه چه در ایران چه در خارج از ایران نظرش چیه؟ من میخوام نظرش رو ببینم. بالا من فکر میکنم که اون اتحاد که واقعا باعث پیش برد یک حرکت ملی میشه در بین هنرمندان داره اتفاق میفته و هنرمندان روز به روز دارن تا حدودی که در حد تواناییشون هست و قدرتشون دارن سعی خودشون رو میکنن که این همسگاهی خودشون رو نشون بدن و خودشون هم درک میکنن که واقعا در قلب مردم جا دارن و چقدر نظراتشون و پیشنهاداتشون حرکاتشون تأثیر گذار هست در این روند و جنبش ملی و سیاسی و اجتماعی. و ولی خب باید بیشتر این کار رو بیشتر انجام داد، به خاطر اینکه اونا باید در صف اول باشن، چون مردم اونها رو به عنوان الگوهای خودشون میبینن و همونطوری که مردم همیشه هنرمنداشون رو حمایت میکنن، در اوقات ناگوار و مواقعی که از لحاظ سیاسی ما در بحبوره هستیم، اونها هم باید به داد مردم بیان و از خودشون مایه بگذارن، از خودگذشتگی رو کنن. و البته این شامل حال یه مقدار درون میشه که خب یه مقداری هنوز دارن ملاحظه میکنن، در واقع خود همه افرادی هم که در درون هنرمند هستن، من به شما قول میدم درصد بسیار بالاشون مخالف رژیم هستن. برای اینکه شما ببینید سالها حالا چه خواننده چه هنرپیشه چه نوازنده فرق نمیکنه، شاعر نقاش، اینا همه انقدر سالها روی فشارهای مختلف بودن، واقعا توی مایندشون توی اون احساسشون دلشون میخواد که آزاد باشن، آزاد بشن. زمانی آزاد میشن که این رژیم واقعا نباشه، بتونن مثل گذشته ها هنرمندا کار خودشون انجام بدن. نمیشه زیاد بهشون فشار آورد، ولی باید یکی یکی دیگه شروع بکن. ولی بیرون چی؟ بیرون هم بیشتر این حمایت از مردم بیشتر دیده داره میشه و باید تشویق کرد دیگه. ما الان زمان اتحاد و همبستگی هست و اینکه مثبت ها رو ببینیم و سعی کنیم که همه رو، ورزشکاران، هنرمندان، همه اقشار، تیپ های مختلف رو با هم همفریاد و هم صدا بکنیم، چون تنها راهش همین هستش که با هم شعارهامون یکسان باشه، مشترک باشه، یک فریاد یک نوع خواسته رو داشته باشیم در مقابل جهانیان. اونطور هستش که تر به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. ولی من فکر کنم به جای انتقاد کردن و قضاوت، نه اصلا انتقاد، ببینید شیفت جان، همون که شما میگی تشویق، و اگر کسایی واقعا اشتباه کردن و امروز میان اعتراف به اشتباهشون میکنن، باید ما اینا رو در آغوش بگیریم و قبول کنیم که خب حالا متوجه شده. ما هرچی بیشتر بتونیم اینها رو به طرف خودمون بکشیم، نیروی بیشتری خواهیم بود.
و بهتر میتونیم کارمون رو انجام بدیم. بله شیفته بله جان، آقا بله. یادت میاد که یکی دو سه سال پیش بود، فکر کنم قبل از کرونا بود، با هم رفته بودیم نیویورک، یادت میاد؟ بله او بله 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 دقیقا یادم میاد مینای عزیز، دست و دیرم نشنیم، چه مسافرت سختی بود. یعنی من اول زمانی که رفتم فرودگاه تا زمان آخری که برگشتم، حالا از اینکه هوا افتضاح، خیلی یعنی بارون بارون، چه بارونی بود، که اصلا ما نتونستیم نه دستگاه ساوند سیستم بگذاریم، نتونستیم سیل بود دیگه، سیل میام، من کلا سرم گذاشته بودم، خیلی بالا من یادم کلای من رفت پایین، یعنی انقدر بارون زیاد بود دیگه نمیشد اصلا تو دستمون جوانی که نمیشد نگه داشت بود چچو، بعد توی این فیروگی کیف منم زدم. آره بایدون میشه یادم داد میزدی کیف هم کن، وسایلم توی این کیفه زدم، باید حالا بعدش هم سپیش میدادم و سخنرانی میکردم. نه دیگه من کیف تو پیدا کردم، بخیر دست یکی داده بودی خودت هم نمیتونستی. آره ولی خاطره خوبی ندارم. آره البته به خاطر این جریان نیست که امروز من حضور پیدا نکردم در مقابل سازمان ملل، به خاطر یک برنامه‌ای که از قبل داشتم نتونستم عوض کنم، ولی دوست داشتم که می بودم در نیویورک، به خصوص که الان ابراهیم رئیسی جانی رئیس جمهور جانی اونجا هستش تا جمعه و فرصت خوبی تاریخی هستش این روزها که تکه ایشون رو رو بکنن در اونجا و پروندش. ببین چقدر اینا فقیهن شیفته، ببین اینا چقدر وقاحت دارن، حقیقتا میبینن مردم در ایران الان چه دارن میکنن، بیرون جلوی همون سازمان ملل چیکار دارن میکنن، ولی با وقاحت قشنگ برای خودش اومده وایساده، کلی هم سخنرانی کرده، سخنرانیش هم که البته میدونی چهار تا عقب جلو حرف میزنه، خودشان نمیدونه بله، چی میگه. امیدوارم که همونطوری که حمید نوری رو که در کشتار قربانیان سال 67 محاکمه کردن، به دادگاه کشیدن، ازش شکایت کردن در دادگاه های سوئد، همین کار رو در مورد این جنایتکارم انجام بدن. مگه اینجا نگرش دارن شفته جان؟ نمیشه الان از نظر سیاسی نمیتونن این کار، مگر اینجا ما بریم واقعا نگرش داریم یه جورایی نظریم داریم. بعضی وقتا آره ممکنه که یک قوانینی ممکنه باشه که اون مسئولیت دیپلماتیکیشون رو از دست بدن به خاطر جنایات واضحی که کردن. خب فکر کردی نمیدونستن؟ نه همینجا دست نگردار، معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، شما فکر کردی اینا نمیدونستن این جنایت کاره؟ این همه مردم کار کردن، این همه شعار دادن نیاد، ولی اومد، کی بهش ویزا داد؟ اومد خود اینا دادن. بله خب الان خیلی از خانواده های اون قربانیان هستن، مدارک دارن و یه خود سیستم قضایی نگاه میکنه به یک موارد استثنایی، کما اینکه الان شده دیگه، الان میگم که مثال زدم در مورد حمید نوری، نباید تسلیم شد، فرصت خوبی هستش که وقتی این امثال ایشون میان از کشور بیرون، مردمی که از کارهایی که میتونن بکنن اینه که اینا رو به دادگاه بکشنن و و من فکر میکنم که اینا دستشون خیلی رو شده و کوتاه بایستی که اگه چارچوب خاصی همه اینها صورت بگیره. برجت این حضور دوستان و همیهنانمون در نیویورک خیلی خیلی مؤثر خواهد بود، هم برای تنین انداز کردن قتل و ریختن خون مهسا امینی دختر ایران، و همین که بدونن که امثال
خامنه ای، روحانی، رئیسی، اینها نماینده ملت ایران نیستند. متاسفانه دیگه من و شما که توی لس آنجلس هستیم و اصلا در کار هستیم، کار سیاسی، دیگه مقدار دوروبرمون خودمون میبینیم کیا کجا بندن در واقع. و اگر میشد یه همچی کار رو کرد که همین نرفته به ایران، واقعا به ترتیبی بتونن جلوی رئیسی رو بگیرن برای محاکمه. خیلی هاشون هستن که باید محاکمه بشن، در واقع سران همشون باید محاکمه بشن، همشون دستشون به خون آلوده است و این آلوده بودن به خون و بالاخره به زودی اینا تقاضاشو پس خواهند داد. مادرایی که سالها زجه زدن، مادرایی که هر روز و هر ساعت آرزو کردن و آرزوشون اینه که اینا محاکمه بشن، و از یاد نبریم هر یه دونه جنایتی که اینا کردن، یک خانواده رو به اندازه ده تا دوربرش رو همه رو از بین بردن. بعد یه نفر رو که نمی کشن. وقتی یه نفر کشته میشه به هر طریقه، تو زندان میره، به هر تجاوز به حتی بهش میشه، اون یه نفر نیست، چندین نفر دوربرش زنجیره ای هستن که با هم اونام صدمه میبینن. و همین دلیله که ملت ایران، شما خانواده واقعا نمیتونید پیدا کنید که صدمه نخورده باشه. کسایی صدمه نخورده که وابسته های خودشون هستن. در غیر صورت بله، همینی که اومدن با این خشم دارن فریاد میزنن، من نگاه میکنم با چه خشم این لگدشون میزنه به یارو، اون ستم دیده است، زخم خورده است و امروز میخواد تلافی کنه. امیدوارم بتونه اقلا هم تلافی کنه، هم بتونه یه مقدار خودش هم آرامش پیدا کنه، برای که با این شرایطی که شیفت جان ملت ایران داره پیش میره، اگر خدا نکرده به نتیجه اونه که میخواد نرسه، واقعا ما تعداد روانی هامون، یعنی کسایی که روحی روانی مشکل پیدا خواهند کرد، بیش از حد خواهد شد. دقیقا درست هستش، ولی من فکر بکنم که اون شمارش معکوس در ایران شروع شده و الان دیگه کنترل کردن مردم به وسیله دستگاه امنیتی مقدور نیستش. و الان که اون جنبش، این قیام سراسری شروع شده، من قبل از که خب خداحافظی کنیم و که خاتمه بدون به این مصاحبه، زینا جان میخواستم یه مورد کلیدی رو بگم حتما. و اینی که در این شبکه‌های اجتماعی من واقعا میبینم که فراخانه هایی هست، بیانیه هایی هست که مردم باید برید و روانه فرمانداری ها و صدا و سیما و اینها بشید. در این چیزی رو من میخواستم اینجا یادآوری بکنم که درسته که اگه حتی مردم برن اینجاها رو بگیرن، تصرف کنن و فتح کنن، مواظب یک جریان باشن. وقتی که مردم میخوان انقلاب بکنن ولی دستشون خالیه، اونا مثل ارتش نیستن که ارتش وقتی که بخواد کودتا بکنه اسلحه داره و با داشتن اسلحه وارد این مکانها میشه و اونجاها رو فتح میکنه. ولی در مورد مردم که دست خالی بدون اسلحه هستن، وقتی که به این جاها میرن، حتی اگه اونجا رو بگیرن، سپاه ممکنه دوباره بیاد و به اونا حمله بکنه و اونا رو پس بگیره. بنابراین چه کار باید بکرد؟ من فکر میکنم که همیهنا اول به طرف پادگان ها و کلانتری ها برن و خودشون رو دسترسی پیدا بکنن به اسلحه و مجهز بکنن به تجهیزات، و بعد که سلاح دار شدن به طرف فرمانداری ها، به طرف بیت، به طرف مجلس، رئیس جمهوری، صدا و سیما برن و اونجا رو
فتح بکنن، به خاطر اینکه اگر که دوباره باز پس دودومی هم دودومی رو بکنن، داستان همون فوت کوزگرک میشه و تیر و ترکش. اینه که حواسمون به این جریان باشه. من یه چیزی بگم شیفته جان، من شنیدی ولی مردم اسلحه دارن، به موقعش اسلحهشون هم استفاده خواهند کرد، نرد نمیشه، به موقع از اون چیزی که دارن استفاده میکنن. بله الان دیگه واقعا باید کاری که باهاشون کردن سالها و اینا سکوت کردن و اکثر عمل نشون ندادن، امروز باید این کار رو انجام میده، در غیر صورت اصلا نمیشه فکرشون کرد. من میدونم ارتشی ها رو ازشون میخواهیم، ما خواهش میکنیم به ملت ایران بگیم ارتش. بله من امیدوارم هم ارتشی ها هم نیروی نظامی پشت مردم ایران بستن، به مردم بپیوندن. 100% اینطور خواهد بود. پاسدارا خودشون تو خودشون بسیار هستن که با مردم هستن. ببینید این فقط این موندگاری چند روزه مردم، همه پشتبان هم خواهند شد. مردم فقط بمونه، مهم اینه که مردم جارو خالی نکنن که تا به امروز هم نکردن و نخواهند کرد. بقیه تمام گروه هایی که اینا رو گروه هاشون حساب میکنن، همه با مردم، همه با مردم. نگاه نکن چهار تا رو میفرستن توی خیابونا، حالا دوتا باتون بلند میکنن، نه همونام دلشون نمیخواد. من تو فیلم دیدم باتونشو برده بالا، علکی یه تکون داره. یعنی چی؟ یعنی من کارم کردم ولی نزد. اینا خودش نشونه های بسیار خوبیه از اینکه اینها ایرانی هستن، اینا خودشون خانواده دارن. اصلا اونی که الان اومده تو خیابون از طرف دولت مثلا میخواد یک کار رو انجام بده، نمیدونه، شاید پسرش هم اون تو باشه، شاید برادرش هم اون تو باشه. متوجه چی میگم؟ یعنی ایران همه یه خانواده بزرگه. چطور یه خانواده میتونه همدیگر رو بزنه؟ در نتیجه من که خیلی فکرم رو اینه که همه این گروه ها به مردم به زودی حتما پیوند خواهند بود. 100%. بله دقیقا برجت سینای عزیزم، امیدوارم که این من ازت تشکر میکنم شیفته جان که واقعا امروز وقت گذاشتی با ما بودی و امیدوارم که بیشتر از این بیای در صحنه باشی که همیشه بودی، ولی خب بیشتر در واقع که بتونی تشویق کنی حداقل همکارای خودت. این خیلی مهمه. بله من همیشه برای خدمت کردن همیشه حاضر هستم و اتفاقا از همین تریبیون میخوام دعوت بکنم از دوستان هنرمندمون، از شاعران، از آهنگسازان، تنظیم کننده ها که الان وقت واقعا هر زمانی که وقت این هفته با هم همکاری داشته باشین و اگر سرودها یا شعر و ترانه در مورد زن، زندگی، آزادی، این شعاریه که الان ما در خیابون ها الان خیلی میشنویم، دارن بفرستن و دوستان آهنگسازمون، ما بتونیم اینها رو درست بکنیم، پرودوس بکنیم و اینا رو عرضه بکنیم به مردم که واقعا تو روحیه‌شون تاثیرگذاره و برای پیشبرد این حرکت ملی خیلی میتونه موثر باشه. من یه دوستی دارم شاعر بسیار بسیار خوبیه، الان که یادآوری کردی من بهشون زنگ میزنم با شما تماس بگیرم و که خیلی سروده های قشنگی داره. بله من دوباره آره اشعار زیادی البته میشود و خیلی خوبن، ولی واقعا ما دنبال کاره الان استثنایی میگردیم که مردم واقعا به وجد بیاره و بهشون روحیه بده و باید کار متفاوتی باشه و تکراری نباشه. میدونه الان ما میخوایم واقعا روحیه بدیم به عظمت
زنان به با ارزش بودن زنان به قیامی که میتونن بکنن. من در این مورد به خصوص این در این راجبه این سوژه اگر کاری باشه کارستان خواهش میکنم کارش خیلی خوب باشه، چون ما برای شنونده برای مردم ارزش قائلیم و میخوایم یه کار متفاوتی کرده باشیم. اگه بخوام با شما شیفته جان، اگه کسی بخواد کمک کنه یا داشته باشه یه چیزی که شما الان در این صحبت شو میکنین، با کی باید تماس بگیره؟ با من یا با خود شما اگر ایمیل داری یا ایمیل؟ میتونن از طریق فیسبوک، مسنجر فیسبوک یا به اینستاگرام که من در همه جا شیفت میوزیک در مسیج بگیرن، در اینستاگرام، در فیسبوک یا در تلگرام یا از طریق شما it's fine. خیلی هم خوب هستش، ولی من نه بهتره که با خودت تماس بگیرن، بهتر میتونی. آره از همین طریق من فیلدرا خیلی خوب هست، ولی میدونین جدن شبت نباله یک کار استثنائی میگرم، چون الان من به اندازه یه متر شعر رو ندادم، ولی بالا اینقدر شعر دارم، ولی خیلی با وسواس ما بریم اینو انتخاب میکنیم. آقای کاظم عالمی محبت کردن برای آهنگ، میخوان همکاری بکنن برای تنظیم و ما به یک شعر استثنائی برای این جریان احتیاج داریم و برای موضوعی دیگه همچنین دوستان، اگر شعر متفاوت باشه و تکراری نباشه خواهشن، خیلی سپاسگزار میشم. حتما حتما به گوش همه خواهد رسید. من میدونم حتی بیرون نمیدونم، ولی در ایران ما خیلی افرادی رو داریم که ذوق خیلی خوبی برای شعر گفتن دارن، به خصوص شعرهایی که برای الان به درد بخوره. بله بله کاملا درست اشاره کردیم زینای عزیزم. در ایران بچه ها مثل یک مرواری که از دل صدف میزنه بیرون آبگیری شدن، یعنی واقعا درد جامعه رو حس میکنن و بهترین هنر، بهترین شعر، بهترین آهنگا داره از دل این جامعه بیرون میاد. و باور کنید من بعضی از این موزیک ها و این اشعار و این کارهای هنری رو که میبینم اصلا اینقدر به وجد میام، تمام وجودم باهاش ارتباط برقرار میکنه و بهشون میبالم به این بچه ها که چطوری اینها از دل استبداد اینطوری شکفته شدن. بله. واو. دنیای امروز، بچه های امروز در واقع اصلا خیلی فرق میکنن با گذشته ها بچه ها. خیلی زیاد. و امیدوارم که هرچه زودتر واقعا یه شعر خیلی خوب دستت بیاد، توی این شرایط امروز بتونی یه آهنگ خیلی خوبی رو واقعا ارائه بدی. ازت متشکرم شیفت جان، امیدوارم دفعه بعد که با هم صحبت میکنیم بتونی از طریق، میدونم امروز اشکال فنی برات پیش اومد نتونستی از طریق تصویر بیای، ولی دفعه بعد امیدوارم که اشکالت برطرف شده باشه و بتونیم چهره زیبات رو بیشتر ببینیم. تشکر میکنم زینای عزیزم، من از شما واقعا سپاسگزاری میکنم برای اون تلاش های روزمره و شبانه روزیتون که اینقدر زحمت میکشید و به مردم آگاهی میدید و اینقدر انرژی و از خودتون مایه میگذارید، واقعا قابل تحسین و ستایش هست و درود میگم به هممیهنان. البته شیفت جون بگم که خیلی واقعا دارم فشار رو خودم میذارم که بتونم باشم تو صحنه، برای این اتفاقی که برام پیش آوردن بسیار برام سخت شده زندگی، یعنی دردهای وحشتناک دارم. بله نمیتونم، ولی خب سعی میکنم خودم رو حفظ کنم و سعی میکنم به برنامه ها میگم بدم. خدای من بزرگه و خدام تعالی حفظ کرده منو جانم. معنای از گذشتگی که صحبتش رو میکنم همین ها هست، بودم از خودش بگذاره، خودش بگذاره کنار و بیشتر از خودش ببینه و دیگران بیاندیشه، این خودش یه
تیزهوشی و یک هوش فوق‌العاده هستش و تیزهوشی هستش که خیلی هم واقعا خردمندانه هستش و قابل تحسین. من واقعا ستایشش میکنم. مرسی عزیزم. مرسی. موفق باشی. خبراشو به ما زود بده و امیدوارم یه برنامه رو با هم در آینده بتونیم پیاده کنیم. منم میره خدای بزرگ میسپارمه مثل همیشه. منم به امید پیروزی و به امید آزادی ایران کشورمون پاینده با ایران و بدرود تا درود دیگر. بدرود. خب دوستان عزیز، اینم از شیفته نازنین که امروز با ما بود و امیدوارم دوستان دیگه هم که توی لس آنجلس به خصوص هستن بتونم با شما مصاحبه داشته باشم. این مسئله که صحبت کردیم، من یه پیام دارم واقعا برای ارتشی های عزیزمون از طرف ارتشی هایی که من باشون کنم. ازتون خواهش میکنم که به هر طریقی هست به ملت ایران ببینید و میتونید اگر براتون امکان داره از گروه های دیگرم، من زیاد وارد نیستم، ولی از گروه های دیگرم بتونید خواهش کنید که با مردم باشه. اگر همه شما با مردم باشی، هممون به زودی موفق خواهیم شد. امید این که براندازی هر چه زودتر انجام بشه، کشته ندیم و واقعا خانواده ها از هم پاشیده نشه. همه اومدن بیرون به امید موفقیت و این موفقیت نصیبشون به زودی خواهد شد. فقط به خدای بزرگ میسپارم تک به تک عزیزانمون و هموطنانی که امروز توی خیابون ها هستن. جاوید بمونید، بمونید در خیابون ها. خواهش میکنم موفق بشید، تمومش کنید این نکبت جمهوری اسلامی، این نکبتی که واقعا سالها تمام زندگی شما ها رو به هم ریخته، چیزی براتون نذاشته. بالاتر از سیاهی هم واقعا رنگی نیست، میگن بجنگ تو بجنگ. امروز روز جنگیه که شما آغاز کردید، این جنگ باید به پیروزی برسونید. خدای بزرگ میسپارمتون. زنده باد ایران و زنده باد زمین.